طولو درنو حاضرینو تا کچا هم محترم ډاکټر صاحب خراغلاستو ویلې زم ورته خراغلاستو زه یو مختصره مقدمه لرم بیا مخامخ ټکای پر ټکای اوغو مسائلو ته ورځم چې دوی په خپله افتتاحیه وینا کې هغو ته اشاره وکړه. حضار گرامی، حق برای اولین بار توسط دین برای بشریت معرفی شده. خود الله جل عظمته حق است. فتعال الله الملك الحق. خود خداوند جل عظمته می فرماید که بلند است خدای پاک است، خدایی که او ملک هم است و حق هم است. و کتابی که روان کرده عنوانی از او کتابم حق است، و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. میگه ما این کتاب را به حق فرستادیم و به حق نازل شده و این کتابم که آمده نطقش به حق است. تمام برنامه از این کتاب در کلمه حق است. هذا کتاب ناینطق علیکم بالحق. خداوند جل و جلاله متهم می فرماید که این کتاب ماست، برای شما به حق گپ می زند و آسمان ها و زمین بر اساس حق استوار است، بر اساس حق پیدا شده و بر اساس حق استوار است. الله جل عظمته می فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما خلقناهما الا بالحق. ما پیدا نکردیم آسمان و زمین را بیهوده، بلکه پیدا کردیم اونا را به حق. و پسان برتان میگم که استواری آسمان ها و زمین هم به حق است. و در مورد پیغمبری که ای کتاب برش آمده، ای دین برش آمده، در مورد ازوام الله جل عظمته میفرماید که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. ما روان کردیم تو را به حق مجددهنده و ترساننده. مجددهنده به کسایی که پابند حق است و ترساننده به کسایی که متجاوز از حق است. کلمه حق و مشتقاتش تقریبا 276 جای در قرآن کریم ذکر شد. 276 جای. ما وقتیم کم است، روی کلی برنامه ها گپ نمیتونم زده که ما ایجا برنامه آینده حکومت را اگر چانس برای ما میسر بود برای شما تشریح کنم. مستقیما میایم و مناسبتم داره این سیمینارم از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر برای افتیده مستقیما سر مسئله حق و حقوق بشر میایم. دوستای گرامی، اگر جهاد در این کشور صورت گرفته برای حق آزادی یا تثبیت بر و یا برگردانیدن حق آزادی از این مردم صورت گرفت، اگر مقاومت در برابر تروریستا که حق زندگی را برای مردم قائل نیست صورت گرفته، او هم با خاطر تثبیت حق و احیای حق صورت گرفته که تا امروز هم دوام داره، تا امروز هم دوام داره. چیزی را که من میگم یه حق دین استریم، باید دمی مجلس بگویمش، دمی مجلس و جای شما است که حق را در خارج از اطار و چوکات دین ما پیدا کرده نمی.
الله جل تعظمتو میفرمه ولو اتبع الحق اهواءهم، اگر حق پیروی از خواسته ها، نظریات، شالودگی های ذهنی خود بشر متابعت کنه، لفسدت السماوات والارض، هر آینه آسمان ها و زمین فرو میریزه. و فرو رختن آسمان و زمین هم ما شما روز به روز به چشم میبینه. مالی مثال هایش انا برات میگم. اما کلانترین حق برای انسان ها حق زندگی است. دور رفتن از آغوش دین، دور رفتن از آغوش تعلیماتی که خدا مقرر کرده، ببینین که بشریت را به کجا میبرد. سالانه به اساس احصایه که ما از دنیا میشنوم، مرض ایدز 30 لک قربانی میگیره از بشریت. 30 لک قربانی سالانه میگیره. اگر هر قدر کوشش کنن که جلوی ازی را بگیرن، گرفتن نمیتونن. به خاطر ازی که یک بخش از کاری که در برابرش باید صورت بگیرن ناقص است. ما که میخوایم که جلوی یک مریضی را بگیریم، در دو بخش باید کار کنیم. یک بخشش وقایه است، یک بخشش علاج است. ما در مورد وقایه هیچ پروگرام دنیا ندارد. مرض ایدز نشأتش، سرچشمهش از درک مباشرت ها و آمیزش های جنسیه که دین او را به صورت قطع منع قرار داده. تا که سرچشمیش خشک نشه، تا چه وقت به تداوی ما بخواهیم که در برابر یزی مرض مجادله کنیم. امیال هر قدر که دنیا زور میزنه، سالی 30 لک قربانی از بهش میگه. یک مطلب، مسئله بچه بازی را دکتر سب اشاره کرده. اگر این جامعه در آغوش دین زندگی کنه، شما میفهمین که در برابر بچه بازی چی جزاها وجود داره، چی قسم جلبشه. دین گرفته که کسی طرف یک بچه برهنه روی با دیده مغرضانه سیل کردن اتان چی رسه به ای که باز به او دست پیش کنه. مسئله تجاوزهای جنسی که هم در جمله صحبتهای دکتر سه محترم بود، وقت کلی مردم رنج میده، جامعه را رنج میده، پدر و مادر را رنج میده. تا که جامعه پس به دوش به باغوش ارزش‌های دینی، اصول دینی، ضوابط دینی بر نگرده، جلوی تجاوزهای جنسی ناممکن است که گرفته شود. بالکل ناممکن است که گرفته شود. به همین ترتیب اگر بریم طرف فساد اداری، طرف فساد اخلاقی، طرف فساد مالی، طرف فسادی که امروز از طرف تروریستا در اینجا براه افتاده، قطعا ممکن نیست تا مبارزه اونا برای باطل خود از نقاب دین کار گرفتن. مردم اجیری که هیچ نوع مبرر برای عمل خود ندارن. میبینین برای پیاده کردن پروگرامای مردم از چتر دین کار گرفتن. ما برای مقابله با این قسم فساد، دهشت افگنی ها، ترور ها، اختطاف ها چرا از دین کار نگیریم، در حالی که کار گرفتن ما مشروع، جایز، قانونی است و از اونا دروغ است، چل است، فریب است، ما چرا کار نگیریم؟ در رابطه با احیای حق زندگی مردم، در رابطه با احیای حق تعلیم مردم، نماز جماعت 27 درجه از نماز تناگذار کرده فضیلت داره، این 26 درجهش از درک اخلال اونمو ترورست ها که امن وجود نداره مختل است. کار کردن نمیتونیم، به مکتب رفتن نمیتونیم، کارگر ما در روی سرک کار کردن نمیتونه، ترور میشه. برای ما اگر زمینه مساعد شود، اولین کاری که برای احیای حق
تعلیم، حق صحت، حق کار، حق عبادت مردم میکنیم ایست که بستر امن را برشان مساعد بسازیم. و بستر امن، بستر امن با عذر نمیشه مهیا، بستر امن بزایی کردن وقت نمیشه مهیا، بستر امن بر یک پروگرام روشن، واضح و با قاطعیت ضرورت داره و با جهتهای اصدار کننده حکم، جهتهایی که حکم را صادر میکنه با قاطعیت و عدالت اونا ضرورت داره. شما یقین کنین کلام خدا دروغ نیست، حق است. خداوند جل تزمود میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، برای شما در قصاص زندگی است ای صاحبان خرد. اگر دو نفر قاتلین از این ملت اوزان میشدن، دیگه شما نام قتل را در اینجا نمیشنیدید. دو نفر ترورست اگر اوزان میشد، شما دیگه نام ترور را نمیشنیدید. دو نفر اختطافچی اگر اعدام میشد، شما نامش دیگه نمیشنیدید. به خاطر ازی که خداوند گفته که در قصاص برای ما، برای شما زندگی است. یک کسی که بفهمه که ما در برابر یک کشتنی از یه آدم کشتن بشم، هرگز اقدام نمیکنم. به همین ترتیب در دیگه مجالاتش. بازم به تکرار برایتان میگم، اگر ما بگویم امیال دعوا کنیم که ما این کشور را در ساحات معارف، در ساحات اقتصاد، در ساحات صحت، زراعت دیگه انکشاف میتیم، تا که بستر اساسی را که امن است ما مساعد ساخته نتانیم، قطعا ممکن نیست. کارگر ما اون در سری را در سرک پیر مندازد، دو تا ترورست میکوشش، میره پس به خانه خود میره. مکتب جرم میکنه میسوزانیش، شفاخانه جرم میکنه میسوزانیش، در شفاخانه آوان نصب میکنه سری قریه فیر میکنه. بستر اولی برای احقاق حق، بستر اولی برای حق زندگی، بستر اولی برای حق تعلیم، حق صحت، حق کار، کلش امنیت است. اگر ما تانستیم از این عقبت عبور کردیم، باز مسئله حکومت داری و حاکمیت قانون میه، حاکمیت قانون میه. تا که قانون تطبیق نشه، قانون خودش یک چیزی مرده است، در روی کلمات و حروف افتیده. قانون وقت روح قانون میاد، تا که قانون تطبیق نشه، قانون خودش یک چیزی مرده است، در روی کلمات و حروف افتیده. قانون وقت روح پیدا میکنه، وقت زندگی پیدا میکنه که در عمل پیاده شود. در غیر از او، در داخل کتاب هاست، در داخل کتاب هاست، موریانه میخوریش دیگر. حاکمیت قانون بعد از تأمین امن اساسی ترین گیت را، اساسی ترین دروازه را، اساسی ترین راه را بروی انکشافات دیگه باز میکنه. و البته حاکمیت قانون مقتضی مبارزه جدی با فساد، مبارزه جدی با بازی کردن سر اوراق، مبارزه جدی با اونمو کسایی که با امو عناصری که در برابر مردم سالاری و قانون سالاری استاد میشه. و ما در این موردم آل فرصت کم است که بگویم والله لا يحب الفساد، ان الله لا يحب المفسدين. مبارزه در برابر فساد، مبارزه در برابر مفسدین جزء وجایب دینی ماست. ایره به خاطر از اینه که ما کسب یک منزلت کنیم، کسب تفوق کنیم، بلکه من حیث یک مسلمان وظیفه ماست، وجیبه ماست که باید در برابر فساد استاد شویم. و در برابر فساد استاد شدن تنها توسط حکومت نمیشه، بلکه جامعه هم در برابر فساد باید استاد شد، مردم هم در برابر فساد استاد شد.
برای قارون خداوند حکایت میکنه. قومش گفت که قومش برای جمع شد گفت در روی زمین فساد نکو و خدا فساد را دوست نداره. این صدا باید از دان ملت هم بره، از دان مردم هم بره، از دان مسئولین هم بره. آمدیم در مورد مشخص حقوق زن میخواییم یک چند گپ بزن. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرما خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. میگه بهترین شما امو کسی است که در برابر فامیل خود بهتر باشه و اما از همه شما کرده در برابر فامیل خود بهتر است. این پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما به خاطر ازی نه که توجه زنها را جلب کنم. یک وقت از اروپا یک هیئت آمده بود از زنها راجع به حقوق زن، هرچی که شنیده بودن در مورد ما خوب بسیار گپاهتید شد، جز کسایی که نزدیک کتی ما زندگی کرده دیگه ما را نمیشناسند. از روی اوراق ممکن است، از روی اوراق و راپورها بسیار سخت است که یک آدم را بشناسی تا که از نزدیک زندگی نکنین. امروز راجع به حقوق زن هم را میگه بزد ببرشان گفتم که حیات محترم مرا یک سنگ نزاده، مرا یک زن زاده. ما بچه یک زن هستم. ما یک طفل یتیم بودم، 6 ساله بودم که پدرم فوت کرده. هم پدرم زن بوده هم مادرم، به خاطر ازی که امو وجایه بره که پدر در برابر اولاد داره، امو را مادرم با عهده داشت. ما از خود اولاد داریم، خواهر داریم، دختر داریم. ما گپ خود گفتیم در میجا باز تکرار میکنه. ما برای حق، ما برای زن سخت تلاش دارم و در قصد ما است، تصمیم ما است و در صدر حکم باشیم، در پایین حکم باشیم که برای زن زمینه تحصیل مساعد شد، برای زن زمینه کار مساعد شد. ولیکن این شرط ما باز تکرار میکنم، مردم خوش میشه یا خفه میشه، زمینه آبرومند کار برش مساعد شد، زمینه آبرومند تعلیم برش مساعد شد. و گفتیم برای زن کار میخوایم. امی چند روز پیش چند نفر کتی مناقشه کرد که تو گفتی که ما طرفداری از این هستم که زن انجینیر شد. گفتم که ما یک مثال گفتیم، باز تکرار میکنم که سر زن کاری باید تحمیل نشه که ما فوق قوت و طاقت سرشت و طبیعیش باشه. باز در موجه چند زن ششته بود، گفتم در چین 500 متر پایان زمین میبرن مردها را، سال 50% در موجه زیر خاک میشه. آیا شما خوش هستین که بعیس زنها شما را موجه زیر زمین برای کشیدن زغال سنگ رایی کنه؟ ای با سرشتتان مناسب نیست، ای با خلقتتان سازگار نیست، با طبیعتتان سازگار نیست. با مرد درشتی خشن بودن در وجود و با زن لطافت، نعومت و ملایمت زیبنده و سزاوار است. این بارها گفتیم، بازم تکرار میکنم. ما در پوانتون خود برای زنها فاکولتی حقوق تأسیس کردیم، فاکولتی شریعت تأسیس کردیم، فاکولتی ژورنالیسم تأسیس کردیم، فاکولتی دواسازی را تأسیس کردیم، فاکولتی طب نسوان را تنها برای زنها تأسیس کردیم، تنها برای زنها، به خاطر ازی که کمبودی که جامعه ما داره در مورد در مجال صحی از دکترای زن داره. ما زن یک بدنی از این جامعه را تشکیل میده. اگر کسی منکر زن میشه، منکر حقوقش میشه، منکر از این جامعه میشه، منکر از این جامعه میشه. رفقا بالقواریر، گپ مشهور پیغمبر صلی الله علیه و آله. ما خواهان مساعد ساختن حق کار، حق تعلیم، حق صحت، حق اظهار رأی، کل چیز را در یک فضای آبرومند، در فضایی که عزت، عفت، شرف، آبروی زن در او محفوظ بانه. ما او را طرفدار هستیم، 100 بار طرفدار هستیم. مسئله آزادی بیان، گپی مدمی باز بند میکنم به خاطر ازی که از پیشم زیاد نشه. در مسئله آزادی بیان
ما طرفدار آزادی بیان هستیم. از ساکت و عن الحق شیطان اخرس. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که از حق سکوت کنه و شیطان گنگ است، شیطان گنگ. مگر برای آزادی بیان باید یک چوکات رسم شد. ایرم آزادی بیان نمیگه که یک کس بخیزه برای مردم دو بزن، برای مردم فحش بگوه. ای آزادی بیان نیست. ای آزادی بیان نیست که آزادی دیگرها را زیر پا کنه. ای هم آزادی بیان نیست. هر کس حق داره اظهار نظر کنه، اظهار رأی کنه، مگر در چوکات، در داخل اصول، در داخل ارزش ها و در داخل ضوابط پذیرفته شده انسانیت و بشریت. بلکل هر کس میتونه حق. من یک وقت منصوب به می بسیار قدیم که محاصل بودم، منصوب به می گروپ نتاقا و امیا بودم. یک چند وقت در رادیو افغانستان هم کاری کردیم، تقریبا 46 سال پیش. ما هر وقتی که با ژورنالیستان میشینم خوش میباشم، حتی همون ساعتی که خستگی من رفع میکنم نشستن با ژورنالیست هاست و با اینمی دوست هاست که مشغول در اینمی ساحه و در اینمی مجال هستن. ما دیگه وقتی تان ازیت زایه نمیکنم، بسیار مختصر میگم که بستر اساسی و بنیادی برای تمام انکشافات و پیاده ساختن تمام آرزوها و آرمانهای از ملت امن است و امن قاطعیت میخواه، پروگرام می روشن و واضح میخواه. ما بارها شما شنیده باشین در مناسبت های مختلف موقف خود را در برابر اختطافگرا، تروریستا، دهشت افغانا به قوت اظهار کردیم و در این مورد پشت نتایجش هم نگشتیم که چی میگرده. اگر خداوند برای ما امی کار را نصیب کرد انشاءالله زمینه برای انکشافات دیگه آماده میشه. و گپ اخیرم در مورد، کسی فکر نکنه که ما تنها سر جنگ فکر میکنیم، در مورد صلح، صلح هم واجب دینی ماست، مسئولیت دینی ماست، لیکن وقت را باید ضایع نکنیم. در صلح هر دو طرف قضیه باید روشن شوه و واضح شوه. در صلح موضوع متنازفیه باید معلوم شوه. ما خو یک طرف قضیه را میشناسیم که ماستیم، طرف قضیه دیگه معلوم، طرف دیگه قضیه معلوم نیست. اگر معلوم هم از خود پشت دیوال پرت کرده. هر وقتی که جانب مقابل اصلی ما مرد واری آمد در میدان استاد شد و باز گفت که سر از این گپ که تیتان اختلاف داریم، اون وقت که ما میتونیم که سر صلح جدی کار بکنیم. عالی. تا که جانب مقابل معلوم نباشه، تا موضوع متنازعه معلوم نباشه، ما اگر هزار سالم بزنیم در صلح قدم برداشته نمیتونیم. این حیله است، یک بانه است برای دوام جنگ که ایجا خارجی است. 7 سال پیش از خارجی ها که جنگ میکدی، خارجی که تو بود، او وقت ای بانه کجا بود؟ میگن به خاطر اسلام میجنگیم، اسلام همی کشورهای که تو را تایید میکنه، اکمال میکنه. اسلام از وا خوب است یا از ما؟ قانون اساسی ما نزدیکترین قانون به اسلام است در تمام کشورهای اسلامی. اگر به خاطر اسلام میجنگی برو کتی از اون مردم بجنگی که تا حالا در ملکشان قوانین غیر اسلامی جاری است. اگر به خاطر خارجا میجنگی و این بانه است، دروغ است، این نیست. خارجا به اساس فیصله ملل متحد آمده، در او فیصله اتفاقی فیصله شده، امی کشورهایی که یار تمویل میکنه در او فیصله شریک بودن، دست بالا کردن. تنها نماینده افغانستان در او فیصله نبود، دیگه تمام دنیا بود. امی مردمی که او را بانه میگیرن که میگه ایجا خارجی آمده ما به این خاطر جنگ میکنیم، برو کتی کسای جنگ کو. اگر امی راستی یک کار نادرست باشه به زعم تو، به فکر تو، برو کتی کسای بجنگ که یار آورده. کتی ما چرا کار داری؟ لا یؤخذ المرء بجریرت غیره. یک انسان به گناه دیگرا گرفته نمیشه. گناه از این ملت چیست؟ گناه از این ملت مظلوم و محکوم چیست که تو به این نامیه ای رو میزنی؟ اما یک مدرسشان در یک جای درس میداد، گفته بود که
برین اینجا چی میکنین؟ درس میخوانین؟ برید افغانستان جا. بزید کی؟ بزید خارجا. خب بزید خارجا. اینجا نزدیک به ما یک پایگاه هست، میره میجا میجنگیم. برشان میگه که بدبخت، افغانستان خوب ایران است، ملک خود چرا خراب میکنی؟ برای اونجا بجا. عالی فارم تجربوی دسیسکارا و توتی اگراس افغانستان. افغانستان از این حالت باید نجات بده، مگه خدا خواسته بود. ما برای برنامه های کاری حکومت اگر خدا خواسته بود برای ما چانس خدمت به مردم میاثر شد، باز کدام فرصت دیگه او وقت رجعت میگیره بیان میکنم. فعلا از همتان تشکر میکنم و از کمیسیون محترم هم تشکر میکنم که زمینه رو مساعد ساخت تا صحبت چند امرای شما داشته باشم. خدا نگهدارتان. السلام علیکم. لجهادی او ملی شخصیت محترم پروفیسور زما جانان، جانان وطن تن د افغان وطن استاد وجود شه. اوس له محترم قطب الدین هلال بنی وکری. اول خو به سوال خبرنگار محترم تلویزیونی یک هم اخه میگم که من یک مش اشاره مختصر در صحبت خود داشتم که ما یک وقت منصوب به انمی گروپ و همین مجموعه بودم. شما من حیث شهروندای از این کشور مانند سایر شهروندا حق شرعی تان سر حکومت و سر تمام دستگاه دولتی است که در ساحه کارتان، در مجال گشت و گذارتان بعد امنیت را برتان تأمین کنه. خدمتی که شما به مردم میکنین بسیار قابل قدر است. مردم در خانه های خود چیشتن، لکن در نتیجه تلاش و کوشش و جانبازی شما میفهمند که دفرا امروز چی گذشت، در سالنگ شمالی برفکوت چی کرد. و من اینه که در کنار جاده درای غزنی مانده شده بود چی اثرات را پشت سر خود داشت. خدمتتان قابل تقدیر است. اگر برای ما زمینه خدمتگزاری مساعد شد، انشاءالله که در مورد حمایت شما، تشجیع و تشویق شما برنامه های بسیار خوب داریم. و وقتی که برنامه تفصیلی ما بعد از اعلان رسمی کمپین به دستتان میرسه، انشاءالله این مطلب را واضح در اون میبینه. در مورد باورمندی ما به حقوق بشر، دوستا شما ممکن متوجه بودین و حتما مجد توجه بودین که حمایت از حق، پابندی به حق، ایمان به حق جزء مؤمن بهی ماست. ما در صحبتهای مختصر خود برتان گفتم که خداوند خودش حق است، رسول خود را بر حق روان کرده، آسمان و زمین را به حق پیدا کرده، کتابش نطق به حق میکنه و گویا به حق است. اگر ما از حق حمایت نکنیم، در رابطه به احیای حق کار نکنیم، ای به ایمان ما ضرر میرسانه، ای به ایمان ما تاوان داره، نقص داره، دلالت به ضعف ایمان میکنه. من یقین دارم که اگر فرصت برای ما میسر شوه، ما برای مردم خود، برای ملت خود نشان خواهد دادیم که حق چطور احیا میشه. بیاید امیز یک سوال از خودم من بکنم خب که شما نکردین، من فکر میکردم که میکنه. در رسانه ها بسیار میشنوین که سیاف در جمله ناقضین حقوق بشر، کسی که ناقض حقوق بشر باشه بازو حق را چطور حمایت میکنه؟ مگر من یک تقاضا از شما دارم که سیاف را از نزدیک بشناسین، در عمل بشناسین، از روی راپورها نشناسین. امیدوار هستم که در آینده چی به سطح منصه قدرت یا کرسی قدرت باشه، چی به سطح فرد عادی باشه، انشاءالله که گمانها
سوال ها و بعضی تشویش هایی که در ذهن دوستای ما در افغانستان وجود داره امیدوار هستیم که او رفع شود. ام صنفی های ما در شورا که امرای ما 5 سال تیر کردن، خدریه جانم ایجه ششته عضو کمیسون و هوا جانم ششته عضو کمیسون، دیگه دوستای هم که ام صنفی ما بودن، سلطانزوی صاحب دریج محترم که کاندید ریاست جمهوری است، ما از نزدیک با هم زندگی کردیم و شاید تصور اکثر دوستا پیش از اینکه تیما ببینه کاملا یک چیز دیگه بود و بعد از اینکه با هم شناختیم ما یقین دارم امیدوار هستم که او تصور تبدیل شده باشه. بازم توفیق عمل را از خدا می خواهیم و خداوند او نمو کاری را پیش کنه که خیر و عافیت ما و شما و ملت ما و امت ما در اون هفته باشه. با تشکر از شما، از جناب دکتر صاحب، از شما اجازه می گیرم که ما در یک مجلس 12 بجه موعد دارم. تشکر. سلامت باشید.